در آنچه وزارت بهداشت بریتانیا بزرگترین توزیع واکسن در تاریخ این کشور خونده، بیش از 800 هزار دوز از واکسن کرونا شرکت فایزر از روز سه‌شنبه به افرادی که در خطر بیشتری هستند تزریق میشه. کانتینرهای نگهداری واکسن از بلژیک وارد بریتانیا شدند. در ایران هم گفته شده که تولید واکسن از تیر ماه سال آینده شروع خواهد شد. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول به ما پیوسته. آقای اشرفیان بناب، به نظر شما این که بریتانیا داره پیش از بیشتر کشورهای غربی شروع میکنه به واکسیناسیون، چقدر میتونه فضا رو در واقع مشخص بکنه که 2021 برای مابقی جهان به چه شکلی خواهد بود؟ ببینید، کشور انگلستان از نظر هم تکنولوژی و هم استانداردهایی که داره برای کنترل و مراقبت از داروها و به هر حال واکسن هایی که تولید میشن و در دسترس عموم قرار میگیرن، جز بهترین کشورهای دنیا هست و رعایت استاندارد در انگلستان خیلی خیلی سطح بالایی داره. و اینکه انگلستان به عنوان اولین کشور در واقع استفاده از واکسن جدید رو شروع کرده، خب میتونه این نوید رو به کشورهای دیگه بده که واکسن تولید شده توسط شرکت فایزر قابل استفاده است و عوارض بسیار کم و محدودی ممکنه در فقط افراد محدودی داشته باشه. و این بسیار امیدوار کننده است و امیدوارم به زودی در کشور ما هم این اتفاق بیفته و از این واکسن ها استفاده بشه. به ایران اشاره کردید. ایران گفته که واکسن وطنی در واقع از تیر ماه سال آینده تولید خواهد شد که گفتن بر اساس همون واکسن های روسی و چینی هست. میدونیم که فقط فایزر نیست، چند تا شرکت غربی و همینطور آسیایی دیگه هستن که دارن این واکسن ها رو تولید میکنند. اگه میدونم اطلاعات کمی الان منتشر شده، ولی تصویر کلی به ما اگر بدید که تفاوت عمده این واکسن ها با هم چه است؟ بله، در مورد واکسن تولیدی در ایران متاسفانه اطلاعات و اخبار دقیقی منتشر نشده. اونچه امروز از استاد عزیزمون خانم دکتر مهرز شنیدیم در مورد نوع واکسنی که داره تولید میشه، که حالا اینجور که گفتن از نوع روسی هست، در واقع یک ویروس سرماخوردگی که ضعیف شده رو جوری دستکاری میکنن که در واقع ویروس کرونا رو، بخشی از ویروس کرونا رو به بدن معرفی کنه و سیستم ایمنی رو تحریک کنه. ببینید، در رابطه با بیماری های ویروسی، اولین برخوردی که ما با ویروس خواهیم داشت و داریم، معمولاً سیستم ایمنی واکنش مناسبی نشون نمیده و احتمال بروز عوارض زیاده. برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم و این مشکل رو حل بکنیم، ما معمولاً به طور مصنوعی سیستم ایمنی رو آموزش میدیم که این ویروس رو بشناسه، ویروس خطرناکی که به وجود اومده یا جدیداً پیدا شده، و بتونه در برابر اون هم واکنش بسیار مناسب و دقیقی انجام بده و هم عوارض کمتری داشته باشه پاسخ سیستم ایمنی به اون ویروس. برای همین از روش‌های مختلف استفاده میشه. بعضی وقتا همون ویروسی که باعث بیماری میشه رو ضعیف میکنن یا دانشمندان در تحت شرایط خاص آزمایشگاهی میکشن، و وقتی اون واکسن به بدن تزریق میشه، در واقع سیستم ایمنی بدن با اون ویروس، البته ویروس ضعیف شده و غیر بیماریزا، آشنا میشه. بعضی وقتا اجزایی از پروتئین ها یا اجزایی از ماده وراثتی اون ویروس بیماریزا رو به ویروس دیگه‌ای که بیماریزا نیست منتقل میکنیم، و بعد با تزریق ویروس دوم و غیر بیماریزا در واقع سیستم ایمنی رو با اون ویروس بیماریزا آشنا میکنیم. و در مواردی هم اجزای پروتئینی یا بخشی از ساختمان دی ان ای یا آر ان ای ویروس در واقع تولید تجزیه و جدا میشه و به بدن تزریق میشه. که این مورد واکسن های جدید غربی عموما همین هست دیگه، و اولین بار هست اگر اشتباه نکنم. از تکنیک های مختلفی برای استفاده شده، مثلا در مورد واکسن فایزر از مسنجر آر ان ای که در واقع یک کپی بسیار کوچک از ماده وراثتی دی ان ای هست استفاده میشه. در واقع سیستم ایمنی اون بخشی از این ساختار ژنتیکی که مختص ویروس کرونا هست رو میبینه، میشناسه و در واقع تمرین میکنه و آموزش میبینه که چجوری در برابر اون ویروس به نحو قابل قبولی مبارزه و مقابله بکنه. دکتر مازیار اشرفی بناب، ممنونم از شما.